درود دوستان و همراهان گرامی، به کانال آوای مینا خوش آمدید. کانال آوای مینا کتابخانه همراه شماست با داستان‌های جذاب و حکایت‌های پندآموز. داستان عروسی رفتن ملا نصرالدین از حکایت‌های امثال الحکم. صدای ساز و دهل از فاصله دور به گوش می‌رسید. صدا از داخل باغی که در آن نزدیکی بود شنیده می‌شد. هرچه ملا نصرالدین به محل جشن عروسی نزدیکتر می شد، شور و نشاط بیشتری احساس می کرد. همانطور که تند راه می رفت، نگاهی به آدم های انداخت که از هر سو به آن طرف می رفتند. همگی آنها لباس های نو پوشیده بودند و با هم حرف می زدند و می خندیدند. او هیچ کدام از آن آدم ها را نمی شناخت. دست بر شکمش کشید. روده هایش قار و قور می کردند. خیلی گرسنه بود. آن روز نهار چیزی نخورده بود تا با خوردن شام عروسی شکمی از عزا در بیاورد. حکایت این جشن عروسی با جشن های دیگر فرق داشت. پسر بزرگترین تاجر شهر داماد می شد. تاجر سنگ تمام گذاشته بود. همه کسانی که به جشن دعوت شده بودند می دانستند که بهترین غذاها و خوشمزه ترین شیرینی ها و عالی ترین میوه ها برای این جشن عروسی تهیه شده است. هنوز با خودش فکر و خیال می کرد که متوجه شد جلوی در باغ رسیده است. همون باغی که جشن در آن برگزار می شد. حالا صدای ساز و دهل به اندازه‌ای بلند بود که گوش آدم را کر می ساخت. بوی میوه‌های پوست‌کنده مثل خیار و هندوانه را از همان جلوی باغ نیز احساس می کرد. چند مهمان که تند راه می رفتند به او تنه زدند و از در باغ گذشتند. نگهبانی که جلوی در باغ ایستاده بود تا کمر مقابل آنها خم شد و احترام گذاشت. ملا نصرالدین مقابل در باغ رسید. انتظار داشت که نگهبان به او هم سلام کند و احترام بگذارد، اما چنین نشد. برای همین با تعجب به نگهبان جلوی در نگاه کرد و یک مرتبه جا خورد و با خود گفت: برای چی اینطور شد؟ نگهبان چپ چپ به او نگاه می کرد و چشم قره می رفت. در یک لحظه با خودش فکر کرد که چه خبر شده و چرا نگهبان اینطور نگاهش می کند. اما نگهبان زیاد منتظرش نگذاشت. جلو آمد و یقه‌اش را گرفت. بعد هم در حالی که او را به سوی دیگر هل می داد بر سرش فریاد زد: تو اینجا چه می کنی؟ برو دنبال کارت. ملا نصرالدین ابرو در هم کشید و جواب داد: من مهمان هستم، به جشن عروسی دعوت شدم. نگهبان قاه خندید. چند مهمان دیگر که تازه جلوی در رسیده بودند هم خنده کردند. آنها با حیرت و تعجب به ملا نصرالدین خیره شده بودند. ملا نصرالدین با ناراحتی و خشم به نگهبان نگاه کرد. بعد هم دستهای او را از یقش جدا کرد و گفت: من که بدون دعوت اینجا نیامدم. نگهبان با عصبانیت رو به مهمانان دیگر کرد و پرسید: شما باور می کنید که تاجر شهر گدایان را هم دعوت کرده باشد؟ آن چند مهمان با هم گفتند: نه، این جشن عروسی جای هر کسی نیست. نگهبان گفت: قربان فهم و کمال شما آقایان با شخصیت بروم. بعد هم رو به ملا نصرالدین کرد و ادامه داد: زود باش برو دنبال کارت، راه را بند آورده ای. ملا نصرالدین کنار دیوار ایستاد و پرسید: از کجا معلوم است که من بی شخصیت باشم؟ نگهبان با فریاد جواب داد: از لباسهایت معلوم است دیگر، آخر کدام آدم با شخصیت این لباس‌های قدیمی و کهنه را برتن می کند. ملا نصرالدین نگاه به لباس‌هایش انداخت. لباس‌ها تمیز و مرتب بودند، اما قدیمی و کهنه به نظر می رسیدند.
خواست حرفی بزند، اما نگهبان به او پشت کرده و به چند مهمان تازه وارد تعظیم می کرد. دلش از غصه سنگین شد. اگر او هم پول زیادی خرج می کرد و لباسهای نو و گران قیمت می پوشید، حالا داخل باغ و قاطی مهمانهای دیگر نشسته بود. اما چاره‌ای به نظرش رسید. باید به خانه برادرش که در همان نزدیکی بود می رفت و لباسی به امانت می گرفت. می دانست که برادرش لباس نو و گران قیمتی را برای خودش دوخته است تا در مهمانی های این چنین برتن کند. برادر ملا نصرالدین وقتی ماجرا را شنید، بدون معطلی لباس نو را آورد و برتن او کرد. بعد هم خیلی سفارش داشت که ملا نصرالدین مواظب آن لباس باشد. ملا نصرالدین از برادر تشکر کرد و با عجله به سوی باغ عروسی رفت. در مسیر خودش خیلی دوست داشت بداند نگهبان با دیدن او چه می کند و چه می گوید. اما نگهبان وقتی چشمش به ملا نصرالدین افتاد، انگار نه انگار که ساعتی قبل او را راه نداده بود. شاید هم در این لباس او را نشناخته بود. در حالی که تا کمر خم شده بود به ملا نصرالدین گفت: بفرمایید، خوش آمدید قربان. ملا نصرالدین لحظه ایستاد و زیر چشم به نگهبان نگاه کرد. هنوز هم در حال تعظیم بود. ملا نصرالدین باد به گلو انداخت و با صدایی کلفت شده گفت: بس است پسرم، اینقدر تعظیم را ادامه نده، چون کمرت درد می گیرد. نگهبان همانطور که خمیده مانده بود جواب داد: از لطف شما متشکرم قربان. در گوشه و کنار باغ تخت‌های زیبایی چیده بودند. روی هر تخت یک سینی پر از خیار و هندوانه قاچ کرده بود. سینی دیگری هم پر از شیرینی‌های رنگارنگ روی تخت گذاشته بودند. ملا نصرالدین لحظه ایستاد و به اطراف چشم انداخت. یک تخت بزرگ درست در وسط باغ وجود داشت. زیر لب گفت: تخت مخصوص برای مهمانان ویژه. بعد هم لبخندی زد و گفت: جای من همینجاست. و به طرف تخت مخصوص رفت. صدای ساز و دهل که قطع شده بود دوباره بلندتر از قبل شنیده شد. ملا نصرالدین با خودش زمزمه کرد و گفت: امشب اگر گوشهایم کر نشود شانس آوردم. ساعتی بعد وقت خوردن شیرینی و میوه به پایان رسید. مهمانان داشتن خودشان را آماده خوردن شام می کردند. ملا نصرالدین که هنوز هم دلش غصه دار بود، بیش از هر کس دیگری انتظار شام را می کشید. سینی های چلو خورشت عروسی در حالی که بخار مطبوعی از آنها بلند می شد، دست به دست از ته باغ می آمد. تاجر در حالی که با ناز و تکبر راه می رفت، جلوتر می آمد و اشاره می کرد که اولین سینی های غذا را آنجا ببرند. کجا؟ همان جایی که ملا نصرالدین و مهمانان مخصوص نشسته بودند. مهمان ها روی تخت جا به جا شده و هر شش نفر دور یک سینی غذا نشستند و به هم تعارف کردند. شام سرد می شود، بفرمایید. ملا نصرالدین هم در یک گروه شش نفری خودش را جا داد. اما در عوض اینکه غذا بخورد، کاری عجیب از خودش نشان داد. او آستین لباس خود را به پلوی داخل سینی می زد و با صدای بلند می گفت: آستین نو پلو بخور، آستین نو پلو بخور. دست مهمانهایی که همراه او کنار سینی غذا نشسته بودند در هوا خشکید و چشمها از حدقه بیرون زد. همگی ترسیدند. آنها با خودشان فکر کردند که دیوانه کنارشان نشسته است و خطر تهدیدشان می کند. صدای ملا نصرالدین که همان جمله را پشت سر هم تکرار می کرد هر لحظه بلندتر از قبل شنیده می شد که می گفت: آستین نو پلو بخور. تاجر که در همان نزدیکی بود خیلی زود متوجه ماجرا شد و
دو دستی بر سرش کوبید. بعد هم با عصبانیت و زیر لب گفت: این مرد کیست؟ از همان اول که او را قاطی مهمانان مخصوص دیدم فهمیدم که اشتباهی رخ داده است. کاش ته باغ می نشاندمش. اما کار از کار گذشته بود و باید چاره می اندیشید. با همین فکر و خیال بود که بالای تخت رفت و کنار ملا نصرالدین نشست. بعد هم با صدایی که به ظاهر آرام و مهربان بود پرسید: ای مهمان عزیز، آیا مشکلی برایتان پیش آمده؟ ملا نصرالدین قاه قاه خندید. دلش می‌خواست ادای همان مهمان‌هایی را در بیاورد که جلوی در باغ به او خندیده بودند. بعد که خندش تمام شد گفت: نه، چیزی نیست. من دارم به لباسم قضا می‌دهم. تاجر به صدایی شبیه فریاد پرسید: لباس؟ مگر لباس شما قضا می‌خورد قربان؟ ملا نصرالدین گفت: بله، لباس من قضا می‌خورد. برای اینکه اول با لباس کهنه و قدیمی آمدم، اما داخل باغ را هم ندادند. بعد که لباس نو پوشیدم و برگشتم، مورد احترام قرار گرفتم و راهم دادند. معلوم است این پذیرایی و قضا دادن برای لباسم بوده، نه برای من. تاجر که هاج و واج مانده بود سر پایین انداخت. مهمانان چشم از حدقه بیرون زده و با دهانهای نیمه باز مانده بودند که چه بگویند و چه کار کنند. ملا نصرالدین در حالی که از جایش بلند می شد خنده کنان گفت: لباس من قضایش را خورد و ما می رویم. اما شما را به خدا قسم می دهم که به آدمها برای خودشان احترام بگذارید، نه برای لباس و ظاهرشان. دوستان، اگر از این داستان لذت بردین لطفاً این ویدیو رو لایک کنید و نظرات خود رو برای ما کامنت کنید و برای حمایت از ما لطفاً این کلیپ رو با دوستان خود به اشتراک بگذارید. برای گوش کردن به داستان‌های جدید لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کرده و زنگوله رو فعال و روی گزینه اول قرار بدید تا به محض آپلود داستان جدید از آن مطلع شوید. با سپاس فراوان از همراهی شما.